خانم آقایان سلام، عصر جمعتون بخیر، خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. قبل از هر چیز چند سوال داشتیم در خصوص قرنطینه خونگی، اینکه میشه توی خونه‌ای که زندگی میکنن قرنطینه بشیم یا نه. بله میشه، به شرط اینکه اتاق و سرویس بهداشتی جداگانه داشته باشه و اینکه چرا بعضی ها که از ایران اومدن 10 روز قرنطینه شدن و بعضی ها 7 روز. ایران که خب قرمزه، پس قرنطینه میشه 10 روزه، اما اون افرادی که هر دو دوز واکسن رو تزریق کرده باشن با توجه به اینکه 10 روز قبل رو کدوم کشور بودن میشه قرنطینه‌شون رو به 7 روز کاهش بدن. و لازمه یک بار دیگه تکرار کنیم، دیروز 133 مورد مثبت داشتیم و تا امروز صبح هم 61 نفر دیگه شناسایی شدن. شرایط اصلاً جالب نیست، یک هفته 10 روزی رو یک کمی سخت بگیریم تا بگذره این روزا. کمیته عالی بیماری‌های واگیردار اعلام کرده ارائه تست PCR و یا آنتیژن حداکثر 7 روزه برای افرادی که واکسینه شدن و حداکثر 3 روزه برای افراد غیر واکسینه جهت ورود به مراکز سرپوشیده لازم و ضروریه، مثل باشگاه‌ها، کازینو، کلوب‌های شبانه، ادارات و خیلی جاهای دیگه. ایران باز هم قرمز شد. کشورهای قرمز پررنگ اجازه ورود ندارن به جز خود قبرسی‌ها. کشورهای دسته قرمز جدا از واکسینه بودن و یا نبودن برای ورود تست حداکثر 3 روزه لازم دارن و قرنطینه 10 روزه. کشورهای دسته نارنجی واکسینه شده ها با ارائه تست 3 روزه و واکسینه نشده ها علاوه بر تست نیاز به 7 روز قرنطینه دارن. سبز که کلن آزاده، خاکستری هم تست لازم دارن و 14 روز قرنطینه. و بازداشت سلطان برق. یک منبع آگاه در جامع جمع اعلام کرده 3 تن از پرسنل یکی از نیروگاه‌های مهم برق در کشور که وظیفه تولید و برق‌رسانی به شهرهای بزرگ رو داشته به جرم همکاری با گروهک‌های ضد انقلاب توسط نهادهای نظارتی شناسایی و دستگیر شدند. دقیقاً نفهمیدم یعنی چی، اما احتمالاً منظورش اینه که مشکل حل شده، حداقل تا زمان شناسایی سایر ضد انقلابا. بعد از گمرک مرزی اسلام قلعه، گمرک مرزی ابو نصر فراهی هم به دست طالبان سقوط کرد. ایران و افغانستان دارای 3 گمرک مرزی هستند که تا همین الان 2 گمرک مرزی در کنترل طالبان هست. همون طالبانی که داشتن مرغ و خروس رو حرام اعلام کرده بودن. همون طالبانی که بعد از فتح شهر تخار اعلام میکنن هر خانواده باید 1 دختر رو به نکاح نیروهاش در بیاره و البته رؤسای این طالبان الان توی ایران در حال مذاکره. و طبق تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک و دولت ژاپن، بازی‌های المپیک توکیو به دلیل همه‌گیری کووید و به خصوص به جهت افزایش دوباره آمار ابتلا به خاطر کرونا دلتا بدون تماشاگر برگزار میشه و حتی مردم ژاپن هم باید از طریق تلویزیون بازی ها رو تماشا کنن. بر اساس داده های منتشر شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخص قیمت مسکن در 3 ماه اول سال 2021 در منطقه یورو 5.8% در اتحادیه اروپا 6.1% افزایش داشته، در حالی که قیمت مسکن در قبرس جنوبی با کاهش 5.8% همراه بوده. 16596 نفر تعداد مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه در گذشتگان این بیماری 146 نفر اعلام شد. سالها پیش وقتی زنگ تاریخ معلم از خیانت‌های گذشتگان میگفت، با خودم میگفتم چقدر ایرانی‌های زمان مثلا قاجار بی بخار و بی عرضه بودن. مگه میشه کشور رو حراج کرد و مردم صداشون در نیاد؟ اما الان که فکر میکنم یک عذرخواهی به ایرانی‌های دوره قاجار بدهکارم. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. آخر هفته حسابی بهتون خوش بگذره. دلتون شاد، لبتون خنده.